نگرانی از وضعیت سلامتی شناخته شده ترین رهبران سیاسی منتقد در ایران که بیش از 6 سال است در حصر یا بازداشت خانگی‌اند، بار دیگر نکاتی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران مطرح کرده، از جمله اینکه با استناد به اختیارات چه فرد یا نهادی عرصه بر آنها تنگ شده و آیا رئیس جمهوری برای رهایی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حصر به حد کافی تلاش کرده. پناه فرهاد بهمن نگاهی انداخته به بازداشت خانگی مخالفان در سالهای بعد از انقلاب که مخالفان میگویند از آن به صورت ابزار قضایی فراقانونی استفاده شده. حال مهدی کروبی خوب نیست و کارش به CCU و بیمارستان کشیده. همزمان از نامساعد بودن وضع سلامتی میرحسین موسوی هم خبر میرسد و برای باری دیگر در طول 6 سال و نیم اخیر موضوع حصر سران جنبش سبز به سرخط خبرها آمده. در قوانین ایران هیچ نشانی از دستاویزی حقوقی که حصر را به عنوان مجازات یا عاملی بازدارنده مجاز دانسته باشد پیدا نمی شود. با این حال مدافعان حصر میگویند شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهادی قانونی حق دارد برای حفظ مصالح ملی تصمیم به حصر بگیرد. در مقابل کسی مثل علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران میگوید حتی به فرض اینکه چنین حقی را برای شورای عالی امنیت ملی قائل باشیم، این تصمیم باید فقط در شرایط اضطرار و آن هم به صورت موقتی باشد. آقای مطهری بلندترین صدایی بوده که در این سالها به صراحت قانونی بودن ادامه حصر رهبران جنبش سبز را زیر سوال برده. در حضور مقام رهبری بنده اینو مطرح کردم، یعنی گفتم که همین حرفی که الان گفتم که به نظر من ادامه حصر اینها به صلاح کشور نیست و اگر اتفاقی بیفته به هر حال ممکنه بعدها مشکل ایجاد بکنه و گفتم شما به هر حال دستور بدید به قوه قضاییه که این مشکل رو حل بکنن و اگه لازمه محاکمه بشن محاکمه بشن، محاکمه علنی بشن. خب ایشون عرض کنم که استدلالی داشتن، ایشون فرمودن که جرم اینها خیلی سنگینه و اگر اینها محاکمه بشن حکمشون خیلی سنگین خواهد بود که شما هم راضی نخواهید شد، نخواهید بود. و الان ما داریم ملاتفت میکنیم به اینها که الان در حصر خانگی هستن. او در بیان اعتراضش تسلیم فشارها هم نشده. هرچند اثری از حصر در کتاب قوانین جمهوری اسلامی ایران نیست، اما در کتاب تاریخش پر است از نمونه هایی که حکومت تصمیم گرفته به جای دادگاه و محاکمه منتقدانش را به حصر بکشد. اولین مورد آیت الله حسن قمی طباطبایی، منتقد شیوه حکومتی آیت الله خمینی بود و در خانه‌اش در مشهد حدود 27 سال حبس خانگی شد و در 1-2 سال آخر عمرش در دهه دهم زندگیش آزاد شد. مورد بعدی آیت الله محمد کاظم شریعت مداری، مرجع تقلید منتقد آیت الله خمینی که به پشتیبانی از یک کودتای نافرجام متهم شد و کارش به اعتراف تلویزیونی و حصر کشید. و از این قصور یا تقصیر به درگاه خداوند متعال استغفار میکنم. او برای 4 سال و تا مرگش در حصر بود. بعدی محمد صادق روحانی، روحانی مبارز در دوره انقلاب، در اواسط دهه 60 به انتقاد از حکومت پرداخت و حدود 15 سال در حصر ماند و نهایتاً در سال 1380 آزاد شد. مثال بعدی احمد آذری قمی، یار سابق آیت الله خامنه‌ای، وقتی مرجعیتش را زیر سوال برد اولین کسی بود که در دوره رهبری او محصور شد و 15 ماه آخر عمرش در حصر گذشت. محصور بعدی آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید و جانشین برکنار شده آیت الله خمینی بود که وقتی از رهبری آیت الله خامنه‌ای انتقاد کرد از سال 1376 بیش از 5 سال را در حصر گذراند. و حالا هم که سه رهبر معترضان به انتخابات سال 88.
اما چه می شود که به جای محاکمه حاکمیت تصمیم به حصری فراقانونی می گیرد و در مورد محصوران فعلی تکلیف این استخوان در گلو مانده حکومت چه خواهد شد؟ پناه فرهاد بهمن، بی بی سی.